شنونده، امروز این جزوه ها را به من دادی پدر، سر راه تو آمدم برای تو میخوام خدمت کنم. خداونده تو واقعا یه نفر دو نفر سر راه من بگذار که من این جزوه ها را امروز بخش کنم. این زندگی خسته و بیزار شدم، از این طرف این دختره جواب منفی داده، از این طرف دیگه صابونه جوابم کرده، افتادم تو قرض و بدبختی، ماشینم هم از دست دادم، هیچ دلخوشی ندارم تو این دنیا. ما چه تو این دنیا موندم؟ ما چه تو این دنیا دارم زندگی میکنم؟ اصلا هدف و مقصودم از به دنیا اومدن چی بود؟ ای کاش متولد نشده بودم، ای کاش به دنیا نیومده بودم، ای کاش این دنیا رو نمیدیدم. حالا تنها راهی که به ذهنم رسیده اینه که خودکشی کنم، شرم از زندگی کنده بشه. با این سرنگی که پیدا کردم به زندگیم خاتمه میدم، هوا به رگم تزریق میکنم تا راحت بشم. راحت میشم دیگه، راحت راحت. ای بابا این پسر محتاطی داره با خودش مواد میزنه. ای چی کار میکنی؟ نکن اینطوری نکن. چرا این کار میکنی؟ چیه با خودت میزنی؟ چرا خودت بدبغ میکنی؟ خانوادت بدبغ میکنی؟ هرچی پول دار میاری برای این مواد میدی، خانه سوزه، بدبختی میاره، زن بچه ازت میپاشه. پاشو بیا اینه بخون، جزوه مسیح هست. بیا پاشو بریم از مسیح با تو صحبت کنم که تو بدونی زندگی چجوریه. زندگی برام خسته کننده شده، دیگه تحملم تموم شده، باید خودم رو بکشم تا شر این مشکلات که دور تا دورم ریخته راحت بشم. تنها راشم خودکشیه، همینو بس، هیچ راه دیگه تو این دنیا وجود نداره. اینو هم که پیدا کردم باش میزنم، میشکنمش، رگم رو میزنم، راحت میشم از زندگی. بهترین راهه. بیداد، این همون پسر دیروزی که من بهش بشارت دادم داره چیکار میکنه؟ ای داده بیداد این چیه داره میخوره پسر؟ روز روشن این همه را خوردی؟ چیکار کردی تو ها؟ مگه به تو دیروز جزوه ندادم اونا را تو خوردی؟ چیکار کردی؟ بیا مگه نگفتم اینا را تو بخور؟ چرا این کاری میکنی؟ برای چی کارا را میکنی؟ ها؟ مگه اینا را نخوندی دیروز چی به تو گفتم ها؟ این چه زندگیه؟ من ازش بیزار شدم، همین الان بنزین میگیرم میریزم رو لباسم، کبریتم که دارم میزنم یه زرد آتیش میگیرم، جزغاله میشم، راحت میشم از این دنیا. ای داد بیداد این چیه؟ پسر تو دست تو این چیه؟ ای داد بیداد بنزین آورده آن جنگل آتش بزنی؟ این چیه؟ این کربیت چیه تو دستید؟ مگه من دیروز به تو جزوه ندادم نگفتم اونا رو بخور؟ این دیگه چیه؟ بگیر از این جزوه ها من به تو دادم، مگه تو نخوندی؟ اینا رو چه کار کردی؟ بیا بریم از مسیح به تو بگم. انتخاب برام مشکل شده، نمیدونم خودم رو بکشم یا رو بیارم به این کتاب، این کتابه رو بخونم ببینم تو چی نوشته. هر بار خواستم خودم رو بکشم این خانومه از را رسیده، مانع شده که من خودم رو بکشم. نمیدونم چرا، شاید خدا نمیخواد من خودم رو بکشم، شاید فرستاده خداست، نمیدونم، یا که اتفاقیه، بر اسم تصادف میاد منو میبینه میگه که خودتو نکش. نمیدونم، روزی یه دونه از این کتابا به من داده، تا حالا که لاشو باز نکردم، تو خونم انبار شده، جمع شده، نمیدونم چیکار کنم، بخونم نخونم. از این طرف میگم خودم بکشم شرم از زندگی راحت کنم، از این طرف هم وسوسه میشم این کتابا رو بخونم ببینم چی نوشته. حالا میگم یه امتحانی میکنم این کتابا رو میخونم، شاید
اتفاق جدید تو زندگیم پیش بیاد، یه فصل جدید تو زندگیم باز بشه. نمیدونم فعلا که گیجم، ولی بهتره اینو بخونم، اینو فعلا میذارمش کنار. اگه این به دردم نخور ترتیب خودم با این میدم. بشنم ببینم این کتابه تو چی نوشته. از گناهان خود توبه نمایی و نزد خدا بازگشت کنی، زیرا ملکوت خدا نزدیک شده است. به به، چقدر عالی، چقدر امروز لذت بردم ها، حسابی، چقدر عالی بود مطالعه کتاب عهد جدید رو مطالعه کردم. گفته توبه کنی، نمیدونم الان توبه کنم چجوری توبه میکنم، نمیدونم. اون خانومه رو باید پیداش کنم بهش بگم چجوری توبه کنم. اصلا میذارم برای فردا، شاید خانومه رو دیدم بهش بگم یاد بده به من چجوری توبه کنم. آوا ولش کن، میرم فردا توبه میکنم. صبح تا حالا دنبال خونه خانوم میگردم، نمیدونم کجا این زندگی میکنه، ولی حدس میذارم این دور و برا باشه. از این بچه‌هاست که من دوست دارم. به 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 به، چه تصویرهای قشنگی داری. این خانومم که امروز نیومده. او چی داره میخونی؟ او چی تو دست داره میخونی ها؟ بدست رو زمین او چی داره میخونی؟ این چی داره میخونی ها؟ از تو من میبینم این انجیل دستت، این چیه؟ لخت مخی داره میخونی ها؟ این چیه؟ مگه این انجیلی به تو ندادم که تو بخونی؟ بیا ببینم، بیا بریم. من نمیدونم باید چجوری توبه بکنم. توبه کردم بلد نیستم، تا حالا به عمرم توبه نکردم. تو باید بشینی، زانو بزنی، دعا کنی، از خداوند بخوای گناهان تو رو ببخشه و خداوند میبخشه. خداوند عادله، خداوند زنده است. هر کاری بکنه آدم، گناه کنه، از خداوند بخوا، خداوند میبخشه. موضوع جالبی بود، ولی حقیقت اینجاست که خیلی از وقتها ما با چنین مشکلاتی، با چنین دردسرای روبرو هستیم. کم و بیش در اطراف ما دیده میشه، شاید در میان اقوام و دوستان ما، که دوستانی پیدا شدن، افرادی پیدا شدن که تصمیم به خودکشی گرفتن و میخوان به عبارتی از مشکلات روزگار، از اتفاقاتی که در اطرافشون میافته، در واقع فرار بکنن یا به شکل آزاد بشن. وقتی که به این نمایشنامه نگاه میکردم بارها خندیدم، اما وقتی که به پیغام اون توجه کردم دیدم که چقدر زیاد هستن افرادی که امروز در اطراف ما با این مشکلات روبرو هستن. چقدر خانواده ها هستن که غمگین هستن. بذارید یه آماری راجع به خودکشی برای شما بخونم. در یک مقاله میخوندم آمار خودکشی در جهان 16 نفر به اعضای هر 100 هزار نفره و به طور متوسط در هر 40 ثانیه یک نفر خودکشی میکنن. بله عزیزان، این یک واقعیت تلخیه که در اطراف ما وجود داره. عوامل زیادی وجود دارن که افراد رو وادار میکنن به خودکشی. اگر شما به آرتیکلایی که در روزنامه ها وجود داره، اگر به تحقیقات و آماری که در اطراف ما وجود داره نگاه بکنید، متوجه میشید که عوامل مختلفی که دست به دست هم میدن تا یک شخص خودکشی بکنه از این قبیل هستن. بسیاری افراد هستن که خودکشی میکنن برای اینکه در زندگی خودشون واقعا فقیر هستن. از نظر مالی، از نظر روحی، از نظر اجتماعی خودشون رو فقیر میبینن. احساس میکنن که چرا من با دیگران فرق دارم؟ چرا اگر همسایه من ثروتمند هستش، چرا من نباید ثروتمند باشم؟ و همین موضوع باعث میشه که در خودشون یک خلایی رو احساس بکنن که در نهایت از اونجایی که هیچ درد و دوایی برای درمانی از اونجایی که درمانی برای اونا وجود نداره، اقدام به خودکشی میکنن. نکته بعدی که در بیشتر خودکشی ها دیده میشه احساس حقارت هستش. افرادی هستن در اطراف ما که از بدو تولد شاید از نظر جسمی نقص عضو داشتن و در تمام عمر خودشون احساس حقارت میکردن.
شاید مادران یا اینطور بگم خانم ها و دخترهای وجود داشتن که قادر به بچه دار شدن نبودن، در خود احساس حقارت میکردن، شاید حقارت های ملیتی، رنگی، نژادی، پوستی، از نظر تحصیلات و خیلی حقارت های دیگه که در زندگی بسیاری از مردم وجود داره مردم را وادار میکنه تا اینکه خودکشی بکنن. نکته بعدی که بسیار بیشتر دیده میشه در افراد احساس افسردگی و در واقع بگیم بیماری افسردگی هستش که در افراد وجود داره. جالبه که در دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم با اینکه پیشرفته ترین عصر رو با اون روبرو هستیم و از نظر تکنولوژی، از نظر چیزهای زیادی که در اطراف ما وجود داره با اون روبرو هستیم، اما حتی در جوامع غربی بسیار مشاهده میشه که افراد احساس افسردگی میکنن. داروهای بسیاری روز به روز اختراع میشه، تولید میشه تا اینکه به افراد کمک بکنه که از افسردگی خودشون نجات پیدا بکنن. برعکس داروهای زیادی وجود داره که به افراد کمک بکنه تا اینکه از درد جسمانیشون خلاص بشن، ولی از اونجایی که تاثیرات اون داروها قوی هست افراد رو افسرده میکنن. امروز بیشترین پولهای مردم صرف این میشه که چگونه میشه از افسردگی آزاد شد. من مطمئنم که خیلی از پزشکان روانشناس خیلی سرشون شلوغه که به این گونه افراد کمک بکنن. احساس تقصیر و گناه نکته بعدیه که خیلی از وقتها به افراد این فشار رو وارد میکنه تا به جایی که میخوان خودکشی بکنن. بله عزیزان، احساس گناه به خاطر کاری که در گذشته کردم، اگر روابط جنسی نامشروع وجود داشته، اگر گناهان مختلفی، دروغ گفتن، کلاهبرداری کردن، خیانت کردن به همسر و گناهان بسیاری از این نظیر، افراد رو درشون احساس تقصیر به وجود آورده به جایی که افراد خودکشی کردن. شما حتما افراد زیادی رو میشناسید در طول تاریخ که سردمدار بودن، افرادی بودن که خیلی از نظر قدرت قوی بودن، مثل رهبران کشورها، افرادی مثل هیتلر که حتی خودکشی کردن به خاطر که شاید احساس حقارت میکردن، احساس گناه میکردن. اما چطوری میشه از این احساس خارج شد؟ قبل از اینکه وارد این جواب بشم از کلام خدا، میخوام اشاره به مرد خدا بکنم در کلام خدا به نام ایوب. بسیاری از ما ایرانی ایوب رو میشناسیم، میدونیم که ایوب مرد خدا بود. شاید در ضرب المثل های فارسی هم راجع به ایوب بارها سخن گفته شده، من جمله این که صبر ایوب رو داشته باشین، مردی صبور، مردی که در تمام زحمت ها و سختی ها و فشار هایی که از جانب شیطان بر او آمد با اجازه خداوند، اما احساس حقارت میکرد، احساس پوچ بودن میکرد. اگر شما کتاب ایوب رو بخونید در کتاب عهد عتیق مشاهده خواهید کرد که برعکس اون که ما مرتب راجع به صبر ایوب صحبت میکنیم، ایوب تحت فشارهای زیادی بود. برای زان فرزندان خودش از دست داده بود، مال و دارایی خودش از دست داده بود و از طرفی اطرافیان او را تحقیر میکردن، به جایی که ایوب به جایی میرسه که میگه کاشکی من متولد نشده بودم، کاشکی اصلا من به این دنیا نیومدم، چرا مادرم مرا به این دنیا آورد. شاید این جمله رو شما بارها گفته اید. من زنی رو میشناختم که هر موقع میخواست بخوابه میگفت کاشکی سرم رو بگذارم و هرگز صبح نشه و بیدار نشم، کاشکی من امروز از این دنیا برم. شاید شما اون فرد باشید، شاید شما اون شخصی باشید که الان تصمیم گرفتید که به زندگی خودتون خاتمه بدید. چگونه ما میتونیم رهایی پیدا بکنیم از چنین احساسی، از چنین قدرتی که بر ما قرار گرفته و ما رو وادار میکنه که خودکشی بکنیم؟ چگونه میشه از این شرایط روحی آزاد بشیم؟ کلام خدا چه راه حلی رو به ما نشون میده؟ زمانی فرد تصمیم به چنین کاری میکنه که در زندگی خودش هیچ چاره و یا امیدی رو نمیبینه. معمولا افراد زمانی اقدام به خودکشی میکنن که احساس میکنن همه درها بهشون بسته شده. آیا درها امروز به روی زندگی شما بسته شده؟ آیا احساس میکنید که هیچ راه حل دیگه برای شما وجود نداره؟ خدا رو شکر میکنم
برای که کلام خدا نشون میده که در هر مشکلی، در هر سختی، خدا راه حل یا به عبارتی بگیم راه فرار و مفری برای ما مهیا کرده. خدای رو در کتاب مقدس میبینیم، خدای رو با در مسیح باش آشنا میشیم که هرگز درها برای او بسته نیستش. ضرب المثل شیرین فارسی میفرماید اگر خدا ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. در واقع این حقیقت وجود داره و کلام خدا اون رو تصدیق میکنه که درها از جانب خدا همیشه برای او باز هستش. پس چرا ما در چنین اوقاتی به سراغ خداوند نرویم؟ چرا در چنین شرایطی از خدا کمک نخواهیم؟ در این میان پرده دیدیم که این شخص بارها تصمیم به خودکشی گرفت، اما هر دفعه اون خانم به جای که او را کمک بکنه احساس میکرد که او در اشتباه هستش و او را مجبور میکرد تا توبه بکنه. این داستان کوتاه به ما نشون میده که حتی مذهب و راه‌حل‌های انسانی نمیتونه ما کمک بکنه. برای ایزان راه‌حل واقعی دست خداونده. کافیه که در قلب خودمون رو برای خدا باز کنیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 11 آیه 28 می‌فرماید نزد من آیید ای تمامی گرانباران و زحمتکشان، من به شما آرامی می‌بخشم. بله عزیزان، آیا تا به حال محبت خدا را در مسیح تجربه کردید؟ آیا در شرایط سخت و دشوار که شما را وادار به خودکشی کرده از خدا کمک خواسته اید؟ امروز این فرصت برای شما وجود داره. امروز این شانس، این فرصت برای شما وجود داره که نزد خدا بیاید و از او بخواید که شرایط زندگی شما را عوض بکنه، شما را کمک بکنه تا آرامش پیدا بکنید و رها بشید از این دردی که وجود شما را در بر گرفته. عزیزان، اگر کوهی که جلوی راه شما هست غیر قابل عبور هستش، بدانید که خداوند ما عیسی مسیح قادر است که این راه را برای شما بپیماید و در واقع این راه را 2000 سال پیش روی صلیب پیمود. به او ایمان بیارید و در قلب خود را برای او باز کنید. اگر مایل هستید میتونید دعا رو با من بکنید. بگید خداوندا، عیسی مسیح، با تمامی دردها و تمامی رنجهایم به نزد تو میایم. از تو دعوت میکنم وارد قلبم بشی و از تو میخوام که به رنجهای من خاتمه بدی. آرامش تو را میطلبم، زیرا گفتی نزد من بیایید. متشکرم که من را میپذیری. این دعا را در نام قدوس تو میکنم. آمین. خدا شما رو برکت بده و با او هر روز راه برید. سلام به خدمت بینندگان عزیز و گرامی، برادران و خواهران عزیز در مسیح. به تعلیم اجمالی و کلی رساله یعقوب میپردازیم. در باب دو هستیم. قسمت اول این باب رو ما مطالعه کردیم و حالا ما در قسمت دوم باب دو هستیم. همونطور که گفتم این باب دو جواب این سوال رو میده، یعقوب که مسیحی چه میکند؟ یک مسیحی چه میکند؟ جوابش این بود که خدمت با شفقت و محبت و رحمت میکند. و اگر بخوایم این قسمت رو نام بگذاریم، اسمشی خواهد بود، نامشی خواهد بود، ایمان. ایمانی که اعمال ندارست مرده است. ایمان بدون اعمال مرده است. ما متاسفانه این رو داریم، این مشکل رو داریم که همه آنان که ایمان دارند اعمال ندارند. از آیات 14 تا 26 را با شما مطالعه میکنیم. ای برادران من، چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی عمل ندارد؟ آیا ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ بعضی ها فکر میکنن که تعلیم یعقوب با تعلیم پولس که میگه ایمان برای نجات
لازم و ضروری است. ما به کمک اعمال نجات پیدا نمی کنیم از جهنم، از داوری گناه نجات پیدا نمی کنیم، بلکه وسیله ایمان. ولی ایمان فکر من و تقریبا تمامی مفسرین مسیحی فکر نمی کنیم که تعلیم یعقوب با تعلیم پولس اختلاف دارن. یعقوب هم ایمان داره که اعتقاد داره که برای نجات ما باید به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم، ایمان بیاریم. اما هدف از ایمان چی هست؟ اگر ما ایمان آوردیم و زندگی ما بعد از ایمان آوردن فرقی نکرد با زندگی ما در قبل از ایمان آوردن، پس چه تأثیر ایمان در ما داشته؟ ایمان واقعی اونی که بر اعمال تأثیر کنه و اعمال شخص را اصلاح کنه. آیه 15 تا 17 را میخونیم. پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزینه باشد و کسی از شما به دیشان گوید به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید، لیکن مایحتاج بدن را به دیشان ندهد، چه نفع دارد؟ همچنین ایمان نیست اگر اعمال ندارد در خود مرده است. یعقوب مثالی میزنه، یک مثال عملی که ما میتونیم مردم حرفای قشنگ بزنیم، اما اگر کاری نکنیم برای آنها که احتیاجات آنها برطرف بشند، ما کمکی نکردیم. همه میتونن حرفای قشنگ بزنن، حرفای قشنگ مردم رو سیر نمی کنه و حرفای قشنگ آنانی رو که در سرما گرفتار شدن نمی پوشونه، بلکه گاهی وقتا برعکس نتیجه منفی میده. پس همچنین ایمان نیز اگه اعمال ندارد، یعقوب میگه، در خود مرده است. آیه 18، بلکه کسی خواهد گفت که تو ایمان داری و من اعمال دارم، ایمان خود را بدون اعمال به من بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. باز هم بعضی ها شاید فکر میکنن که یعقوب مخالف پولس صحبت میکنه، در حالی که اینطوری نیست. یعقوب میخواد بگه که ایمان نشانه اعمال هستند. ببخشید، اعمال نشانه ایمان هست، اعمال الهی نشانه ایمان الهی هست. اگر واقعا کسی ایمان داره، اعمالش اینو باید نشون بده. اعمال مدرکی هست زنده برای وجود ایمان. آیات 19 را میخونیم و 20، تو ایمان داری که خدا واحد است، نیکو میکنی. شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. ولیکن این مرد باطل، آیا میخواهید دانش که ایمان بدون اعمال باطل است؟ لغت باطل معنی خالی هم میده. در زبان عربی ایمانی که هیچی نداره اگر اعمال نداشته باشه. ما گفتیم که یعقوب لحن آمرانه داره، خودشو غلام مسیح میدونه ولی مانند ناظر غلام صحبت میکنه، لحنش آمرانه است و گاهی وقتا میتونه اینطوری خطاب کنه حتی یک شخصی رو که خودشو مسیحی میدونه، ای مرد باطل. اگر ما اعمال مسیحی نداریم، اعمال مسیحی گونه نداریم، ما باطل هستیم، اگرچه خود را ایماندار خطاب کنیم، خود را مسیحی خطاب کنیم. آیه 21 تا 24 را میخوانیم. آیا پدر ما ابراهیم به اعمال عادل شمرده نشد وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه گذرانید؟ میبینی که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال کامل گردید. و آن نوشته تمام گشت که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به عدالت محسوب گردید و دوست خدا نامیده شد. پس میبینی که انسان از اعمال عادل شمرده میشود، نه از ایمان تنها. واقعا ابراهیم چه ایمانی داشت؟ و که خدا از او خواست که پسر خودش رو برای او قربانی کنه، به خاطر اون ایمان و باور عمیق او از خدا بود که فکر میکرد، میدانش که خدا قادر اسحاق رو از مردگان هم قیام بده، رستاخیز بکنه. 3 روز راه رفت تا به اون کوهی رسید که خداوند گفته بود برام باید اسحاق رو قربانی کنه. به وسیله این عملش که اطاعت کامل خدا بود، حتی بسیار دردآور، ابراهیم نشان داد که به خدا ایمان داره و ایمان عمیق و کامل داره، ایمان جدی داره. به خاطر آن ایمان حاضر بود همه چی از دست بده. اسحاق آیندهش بود، همه دار و ندارش بود، ولی قادر بود که به خاطر خدا اون از دست بده. این بود مدرک و نشانی که ابراهیم واقعا به خدا ایمان داره، خدا را بالای همه چیز در زندگی خود قرار داده. ایمان انسان
از اعمالش دیده میشه و انسان از اعمال خودش عادل شمرده میشه. آیات 25 و آیه 25 رو میخونیم. همچنین آیا راهب فاحشه نیست از اعمال عادل شمرده نشد وقتی که قاصدان را پذیرفته به راه دیگر روانه نمود؟ ما داستان راهب فاحشه را میدانیم در کتاب یوشع که جاسوسان یوشع را پناه داد چون که به خدای اسرائیل ایمان آورده بود و میدانست که قوم اسرائیل آن ارض موعود را تسخیر خواهد کرد. به خاطر اون ایمانش بود که عمل کرد و زندگی خودش رو به خطر انداخت، ریسک بزرگی کرد و جاسوسان یوشع مرد خدا رو پذیرفت و مخفی کرد و سالم به راهشون روانه کرد. گاهی وقتا فاحشه ها اعمال بهتری دارند از آنان که خود را مذهبی می دانند ولی ایمانشان باطل است. متأسفانه گفت که فاحشه ها و بازیگران زودتر از فریسیان و کاتبان وارد ملکوت خدا میشن، چون که این مردم که فقر روحانی دارن ارزش عمل کردن رو فهمیدند و ایمان آنها واقعا با اعمالشان اثر میکنه و که ایمان میارن. آیه 26 میگه زیرا چون که بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیست مرده است. بدن برای زندگی احتیاج به روح داره، روح مهمتر از بدنه. میگه که اگر ایمان اعمال نداره مرده است. ایمان مثل بدن ولی اعمال مثل روح هستند و روح هست که جاودانه باقی میمونه و اعمال ما هست که در آسمان با ما خواهند رفت، نه بدن ما. خداوند شما را برکت بده. تا دیدار بعدی، خداحافظ شما بود. آمین.